سرخط بخبرم. تأکید رئیس جمهور غنی بر گسترش همکاری ها با امارات متحده عربی. گفتگوهای دو طرف بیشتر بر محور همکاری های اقتصادی متمرکز بوده است. حکومت آمریکا باید از پول های ضایع شده در افغانستان حساب بدهد. بازرس ویژه آمریکا میگوید واشنگتن در توزیع کمک ها بی پروایی کرده است. نظامیان کماندوی ارتش 19 راس‌افغان را در سنگین کشتند. مسئولان میگویند که عملیات ها به منظور تخریب پایگاه های ترورستان را اندازی شده است. با تنش های روزافزون ترکیه و روسیه. سلام بر شما و مهمترین ها در نیمه روز از یک با من نصرت منصور خوش آمدید. رئیس جمهور غنی در تماس تلفنی با ولیعهد امارات متحده عرب درباره گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی گفتگو کرده است. موضوعات مورد بحث میان رئیس جمهور غنی و شیخ محمد بن زاید آل نهان بر گسترش همکاری های این جزیره در راستای صحت، اقتصاد و معارف متمرکز بوده است. در این تماس درباره گسترش همکاری ها بر مبارزه با هراس افغانی در افغانستان هم بحث شده است. این در حال است که امارات متحده عربی چند پیش وزرای کار 600 افغانستانی را در این کشور به حالت تعلیق درآورده بود. حکومت ایالات متحده آمریکا باید حساب پولهای ضایع شده را در افغانستان بدهد. جان سابکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید بخش از فساد مالی که در جریان توزیع کمک های مالی آمریکا به افغانستان صورت گرفته است مسئول بخش از آن به بی‌پروایی آمریکایی ها نیز برمیگردد. با گفته آقای سابکو آمریکایی ها در بسیاری از پروژه هایشان یک راهکار درست و اثرگذار برای بررسی و حسابدهی نداشتند. لوای اول عملیات های ویژه از کشته شدن 19 راس‌افغان در نتیجه عملیات در ولایت هلمند خبر می دهند. این عملیات در 48 ساعت گذشته در روستاهای کتوزه ولسوالی سنگین به هدف تخریب پایگاه های راس‌افغانان راه‌اندازی شده است. احمد جاوید سلیم سخنگوی لوای اول عملیات های ویژه می گوید در این عملیات نیروهای حمایت قاطع نیز نیروهای ارتش را پشتیبانی می کردند. با گفته سلیم افزون بر کشته شدن 19 راس‌افغان 9 انبار مهمات این گروه نیز تخریب شده و چندین جنگ افزار به دست آمده است. از اثر انفجار در قندوز 3 پلیس زخمی شدند. این انفجار شب گذشته در شهر قندوز هنگام صورت گرفت که موتر پلیس را با ماین مغناطیسی آماج قرار دادند. گفته می شود وضعیت دو تن از زخمی های این رویداد نگران کننده است. مسئولیت این ماین گذاری را طالبان پذیرفتند. یک جوان افغانستانی با جرم کشتن دوست دختر پیشینش در فنلند به حبس ابد محکوم شد. این جوان در ماه جنوری همین سال نخست بر این دختر تجاوز می کند و سپس وی را با آتش می کشد. وی در کنار اینکه به زندان دائمی محکوم شده باید 60,000 یورو به خانواده دختر و 69,000 یورو دیگر به خاطر ویران کردن یک ساختمان بپردازد. رئیس جمهور غنی میگوید که سقوط شهر قندوز توطئه نبوده بل ناکامی حکومت افغانستان بوده است و همین دلیل رئیس جمهور شمار از مقام های دولتی با شمول رئیس امنیت ملی و کارمندانش را برکنار کرده است. رئیس جمهور غنی به افراد مسلح غیر مسئول در قندوز هشدار میدهد اگر با حکومت همکار نشوند در برابر آنها برخورد جدی صورت میگیرد. آقای غنی یک هیئت تازه را به رهبری محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت موظف کرد تا تمام مشکلات قندوز را بررسی کند و ایجاد 3 ولسوالی تازه را در این ولایت منظور کرده است. بشیر احمد قاسانی جزئیات می‌دهد. رئیس جمهور غنی به دنبال سقوط قندوز امروز برای دومین بار به این ولایت سفر کرد. همزمان با سفر آقای غنی به قندوز طالبان چندین موشک به شهر قندوز پرتاب کردند. آقای غنی در نخستین اقدامش رئیس امنیت ملی و تمام کارمندان این اداره در قندوز را برکنار و در کار جلوگیری از سقوط قندوز آنها را ناتوان عنوان کرد.
امنیت ملی ناکام بود. امروز امر سبکدوشی تمام منصوبین امنیت ملی را که در وظیفه خود غفلت کردن مصادر کرد. یک تعداد از اینا طبق اصول نظامی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن، یک قسمت دیگهشان سبکدوش میشن، بکسه وجود داره، نفر سرپرست فعلا تعیین میشه، کادرهای امنیت ملی در قندوز سر تا سر تجدید میشه. از سوی هم رئیس جمهور دستور برکناری تمامی ولسوالان را داد که در روز سقوط قندوز در ولسوالی هایشان نبودند. مکافات به کسایی که قهرمانی کردند، مجازات به کسایی که فرار کردند و میدان خالی ماند. رئیس جمهور غنی تاکید دارد وضعیت خاکستری قندوز باید به سفید تغییر کند. سفر رئیس جمهور غنی به قندوز پس از نشر گزارش هیئت تحقیقات صورت گرفته است. افراد مسلح غیر مسئول اختار آخر ماست. بیاین یا در چارچوب دولت دفاع کنین از مردم یا قوا مقابلتان استعمال میشه. آقای غنی سقوط قندوز به دست طالبان را توطئه نمیداند، بل ناکامی افغانستان عنوان میکند و تاکید دارد که دیگر تکرار نخواهد شد. دیگر تکرار از این نمیخواهیم. تعهد تمام ملت افغانستان خواهر ممرایتی است که ما تکرار از این اجازه نمیدیم. از جهتی که درد شما انعکاس پیدا کنه و درد شما مورد توجه تمام ملت قرار بگیره، خانم اول خواهرتان در پهلویتان استاد است. هیئت حقیقت‌یاب دریافت کرد که توطئه نبود اما ناکامی بود. ناکامی دستوتوی مختلف بود و این ضرورت به اقدامات جدی دارد. از سوی هم رئیس جمهور غنی به محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت وظیفه داده است تا مشکل های قندوز را بررسی و چهره های تحصیل کرده قندوز را به ریاست جمهوری معرفی کند تا در این ولایت به کار گماشته شوند. رئیس جمهور غنی هیئت را برای رسیدگی به ادعاهای ظاهر قدیر معاون نخست مجلس نمایندگان گماشته است. رئیس جمهور در حکمش آورده که این هیئت مکلف است ادعاهای آقای قدیر را در مدت یک هفته مطابق به قانون اساسی و قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بررسی کند. ظاهر قدیر معاون نخست مجلس نمایندگان حکومت را به پشتیبانی از داعش متهم کرده است. زکریای حسنی جزئیات می‌دهد. شاید چگونگی وضعیت امنیتی ننگرهار به ویژه افزایش فعالیت‌های گروه داعش در این ولایت، ظاهر قدیر نماینده این ولایت و معاون نخست مجلس نمایندگان را واداشت تا سخن‌های بی‌پرده‌ای را بر ضد حکومت بگوید. مثلا آقای قدیر چند پیش ادعا کرد که حکومت از داعش پشتیبانی می‌کند. امسال با جنگ در زمستان و تابستان روبروستی، چرا که دشمن در داخل است پیش از بیرون می‌آمد. کلی امکانات دولت اموی نداشت برش داد، رنجر نداشت برش داد، اسلحه نداشت برش داد. مد خانه تو فنچه نداره، وزی کیو یک داره، به خدا یک تانگ و تایره نداره، دیگه هر چیز دارن. ده 20,000 خانه که در خانه سه نفر باشه چند نفر شد؟ 60,000 نفر. اینک پس از گذشت چند روز، رئیس جمهور غنی برای رسیدگی به این ادعاهای آقای قدیر هیئتی را گماشته است. اعضای این هیئت عبارتند از نصرالله استانگزی، رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی، عبدالفتاح عزیزی، معاون نظامی دادستانی کل و میر محمد انور سادات، رئیس عمومی قضایای دولت. با توجه به جدیت ادعاهای معاون نخست مجلس نمایندگان مبنی بر حمایت حکومت از گروه تروریستی داعش و تاثیرات آن در مسموم ساختن اسانامه، تضعیف روحی نیروهای امنیتی، خدشه‌دار ساختن وجه ملی کشور در مبارزه با هراس افغانی، با رعایت حقوق قانونمندی آزادی بیان، هیئت مکلف است تا مطابق قانون اساسی این ادعاها را مورد بررسی قرار دهد. رئیس جمهور غنی به این هیئت فرصت داده تا در مدت یک هفته نتیجه بررسی هایش را بر ریاست جمهوری بسپارد. رئیس جمهور در این حکمش همچنان گفته است که این هیئت باید موضوع گماشتن و مسلح سازی افراد مسلح غیر مسئول را نیز بررسی نماید.
حکومت افغانستان برای بالا بردن ظرفیت تحصیلی باشنده های دو سوی خط دیورند بورسیه تحصیلی می دهد. وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل می گوید حکومت افغانستان حاضر است بورسیه های را کشورهای خارجی به افغانستان می دهند با جوانان محروم آن سوی خط دیورند نیز شریک سازند. این وزارت همچنان تاکید می کند که برای باشندگان محروم آن سوی خط دیورند برنامه های کاری مشخص نیز دارد. زکریای حسنی جزئیات می دهد. پاکستان، کشوری که همواره به ناامنسازی و دخالت در امور داخلی افغانستان متهم شده است. اینک اما برخلاف این اتهام ها، حکومت افغانستان برای رشد توانایی باشندگان این کشور برنامه های روی دست گرفته است. مثلا وزارت اقوام و قبایل می گوید این وزارت برای باشندگان محروم دو سوی مرز دیورند برنامه های کاری مشخصی دارد. این وزارت همچنان تاکید دارد که حکومت افغانستان حاضر است امتیاز بورسیه هایی را که از سوی کشورهای دیگر برای جوانان کشور داده می شود را با جوانان آن سوی مرز دیورند نیز شریک سازد. حقه هیوادونه دوست هیوادونه چه منده بورسیه را که د دغو محروم و سیمو ځوانان په دغو بورسیو کې شامل دي او له خپل اصولي او قانوني پړاو وروسته دوی د وزارت په مرسته کېدای شي یو شمېر بورسیو ته ولېږل شي. وزارت اقوام و قبایل همچنان از طرح ملی و فرهنگی برای باشندگان دو سوی مرز دیورند سخن میزند. این وزارت میگوید این طرح برای بالا بردن ظرفیت کسانی است که با باشندگان کشور فرهنگ، سرنوشت و زبان مشترکی داشته باشند. دغه سیمه د ولسونو هغه چې مشترک فرهنگ لري، هغه چې مشترک ژبه لري، هغه چې مشترک سرنوشت لري، د هغو لپاره د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مشخص فرهنگی او ملی طرح لري د هغو لپاره کار کوي. دا په دې معنی نه ده چې کوم سیاسي جوړښت د دغه وزارت لخوا تمویل شي او هغه د تمویل خبره زه په کلکه ردوم. در کنار این، امروز شماری از رهبران سیاسی و بزرگان قومی پاکستانی برای اشتراک در برنامه فرهنگی به کابل آمدند. حکومت افغانستان میگوید قرار است این هیئت روی اثرگیری روند گفتگوهای سال با حکومت افغانستان نیز گفتگو کنند. آمدن این متنفذین هم از پشاور به افغانستان به دعوت رئیس جمهور میشه یک بازی باشه یا یک ترفند باشه که اینجا بتونه دولت افغانستان مصروف نگاه بکنه. این در حالی است که شماری از اعضای این هیئت چند پیش نیز به کابل آمده بودند، سفری که ظاهرا نه تنها نتیجه‌ای در پی نداشت بل با انتقادهایی نیز روبرو شد. در سال مالی آینده بودجه ولایت ها سوی خودشان هزینه خواهد شد. رئیس جمهور در نشست کابینه تصمیم گرفته است که صلاحیت والیان در مصرف بودجه بیشتر شود و هر ولایتی که از هدف تعیین شده درآمدهایش افزایش یابد 5% آن در اختیار همان ولایت قرار خواهد گرفت. وزارت مالیه میگوید که بودجه سال مالی آینده 6% بیشتر از امسال در نظر گرفته شده است. نشست این بار کابینه صلاحیت والی ها را بیشتر ساخته است. در سال مالی جدید هر ولایت خودش بودجهش را هزینه خواهد کرد و در هر سه ماه بودجه هایشان از مرکز فرستاده می شود. مسئولان ولایت ها بودجه هایشان را در برنامه ها و پروژه هایی که نیاز است هزینه می کنند و در بخش درآمدها هر ولایتی که از هدف تعیین شده بیشتر درآمد به دست بیاورد 5% آن در همان ولایت مصرف خواهد شد. وزارت مالیه پیش بینی می کند که در سال مالی جدید 29% بودجه از درآمدهای کشور تمیل می شود. موضوع تدارکاتی و دیگر مسائل از این با ولایت مسئولین بحث می شود تا ما شتو بتانیم مسئولین ولایت وسط افغانستان والی صاحبا و دیگر مسئولین زیربتا در تطبیق بودجه، در تطبیق برنامه ها سهم بسازیم. فساد در گمرکات بیش از نیم از درآمدهای کشور را می بلد و به باور آگاهان دولت افغانستان از کمک های خارجی نمی تواند در پروژه های مورد نیاز استفاده مؤثر کند، زیرا بخش زیاد از بودجه کشور غیر اختیاری است. اما با انتقال بودجه به ولایت ها می شود از بوروکراسی در مرکز جلوگیری کرد. چندین سال است که 2.2 میلیارد دلار افغانستان به حیث عاید ملی، عاید درآمد مالی خود به مؤسسات بین المللی و به کشورهای کمک کننده وعده می کند، اما قادر به جمع آوریش نمیشه. و علت چی است که فساد گسترده که در دستگاه دولت وجود داره سبب میشه که تمام عواید مردم حیف و میل شد و نیمی را اختاف شد.
بودجه سال 1395-461 میلیارد افغانی پیش بینی شده است که از سوی مجلس سنا تصویب شده و اما مجلس نمایندگان تا یک ماه می توانند این بودجه را به بررسی بگیرند. 175 تن از افراد وابسته به داعش در جریان عملیات دو ماهه نیروهای امنیتی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند. مسئولان محلی میگویند که در جریان این عملیات چندین روستا از وجود افراد وابسته به داعش پاکسازی شده و زمینه برای بازگشت بیجا شدگان نیز فراهم شده است. بازار شدل و منطقه بندولای ولسوالی اچین، این محل ها تا چندی پیش در تصرف افراد وابسته به گروه داعش بود، اما نیروهای امنیتی با تازگی توانستند دوباره بر آن مسلط شوند. باشندگان این مناطق از اینکه توانستند دوباره به خانه هایشان برگردند ابراز خوشحالی می کنند. من که ترشل یو ده غوړم چې حکومت دغه مامن کې مملات او کاوسړل کې مو کاوس په حل شړل کې وسی وز الله ربانی په ځونه راغله شبغانی مونږ سره ډیر کومه کوک په ځونه راغله د کورونه بیا تر بزه بزه مانی شو. کودکان این محل نیز از رفتار بد دایشیان در گذشته دل خوش ندارند و از آزار و اذیتشان از سوی افراد وابسته به این گروه حکایت میکنند. دل بازار دایشیان راتله خلک نیو او غلی بیله مامان لبیل خالق بپرمو کنونه. آقا از دست از من گذا کل دهش غرقلی خالق نیواب بیلم بر مامان که بمو کنولا والی زوری از من کاری تلو جلو بات لواز دلتا حکومت غرق از من کور نزار از من بیار تا کاری راغلی. نیروهای امنیتی هم از هماهنگی لازم در انجام عملیات پاکسازی در اچین سخن میزنند و از آمادگی هایشان برای ادامه این نبرد با داعش اطمینان میدهند. آقا چون که در افغانستان و در چین ولسوالی دولسونه دیدهی مونگ در گوار چاگه تا رحمت اون که جواب مور کرده ده و بیا بام جواب بار کنید. در دویم همشتی که ایش در گوه همشتی که تیپ دیزی که مونگ وظیفه اجرا کن او امشالله دلتا نشی که ولی دشمن چیز مونگ مخابر بانی بو جنگیگی رحمت اون که جواب دشمن تا ور کرده ده بیا مور کن و ور کنولش هو. عملیات برای پاکسازی اچین ظاهراً تلفات زیادی به افراد وابسته به گروه داعش وارد کرده است. بر بنیاد آمار مسئولان نیروهای مرزی در ننگرهار، در جریان دو ماه عملیات بر ضد افراد داعش در اچین 175 از این گروه کشته و صدها تن دیگر زخم برداشتند. تقریبا دیوی میاشتی به دوره که افغان امنیتی زواکونو وسو کوای چی یو سل پینزا ویا نپره داعش جنگیالی لمنز ویشی سلور میلا داشکی دوی لمنز تللی دوار عدی وسایت دوی لمنز تللی. در جریان عملیات اچین افزون بر تلفات جانی و افراد وابسته به داعش چندین روستا از وجود افراد این گروه پاکسازی شده و به گفته مسئولان زمینه برای بازگشت باشندگان این مناطق که از خانه هایشان بیجا شدند نیز فراهم شده است. اگر سیمی چه تاسو منگ نن وسپر که ولاری در چین ولسوالیت مربوطی سیمی دی چه شدل بازار ده در افغانستان در خلق و دخمانان در وجود نه پاکشوی بازار که وز منگ نیروگانی دی در کرکنه کرده ده ده در وست در پندولا منطقه که چه منگو تاسو در سیمی که ولاری دیکی داعش وجود نلری. فعالیت افراد وابسته به داعش در مربوطات ولایت ننگرهار به ویژه ولسوالی اچین از چند ماه به این سو بیشتر شده و افزون بر نگرانی های در داخل، سران شماری از کشورهای همسایه شمالی افغانستان را نیز وادار کرده است تا برای مبارزه احتمالی با این گروه تدبیر بسنجند. حکومت در تأمین امنیت شهروندان کشور ناکام بوده و باید در تغییر راهبردی نهادهای امنیتی بازبینی کند. برخی از فعالان جامعه مدنی هشدار می‌دهند که اگر برای بهبود وضعیت امنیتی کشور توجه جدی نشود، آنان به اعتراض‌های گسترده مدنیشان ادامه خواهند داد. همزمان اینان تأکید دارند با وجود گروگانگیری‌های پی در پی در مسیر قندهار کابل، رئیس جمهور غنی هیچ توجهی برای امنیت شهروندان کشور نکرده است. پس از راهپیمایی گسترده در شهر کابل در پیوند با گروگانگیری و افزایش ناامنی ها در پایتخت و ولایات کشور، رهبران حکومت وحدت ملی وعده دادند برای تامین امنیت شهروندان کشور اقدام می کنند. اما از این وعده ها 10 روز نگذشته بود که طالبان 20 تن از شهروندان کشور را بار دیگر در بزرگراه کابل کندهار را بودند. و نیز شام روز سه‌شنبه احمد سیدی کارشناس امور سیاسی در قلب کابل از سوی افراد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت، چیزی که ظاهرا سبب افزایش نگرانی های فعالان جامعه مدنی شده است. این نشان می‌دهد که دولت وحدت ملی افغانستان در قسمت تأمین امنیت حقوق شهروندان افغانستان
ناتوان و ناکام بودند. توقع ما می است که حکومت وحدت ملی و خواستهای مدنی ما و خواستهای قانونی و مشروعی ما عمل بکنند و به اینا توجه بکنند. اینان ادامه گروگانگیری، افزایش ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی در کشور را ناشی از ضعف مدیریتی نهادهای امنیتی می‌دانند و از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که باید در رده‌های بلند امنیتی تجدید نظر کنند. دولت باید در دکترین امنیتی و دفاعی خیش تجدید نظر نماید، خصوصا در از بین بردن لانه‌های امن تروریستی در ولایات کشور اقدام نماید. یکی از نگرانی‌های دیگر اینان نفوذ ستون پنجم در درون نظام است. این فعالان جامعه مدنی با انتقاد از رهبران و حکومت وحدت ملی تاکید می‌ورزند که اگر این افراد شناسایی و مجازات نشوند، با گذشت هر روز شهروندان کشور از حکومت فاصله خواهند گرفت. رهبران حکومت وحدت ملی بسیار با صراحت از وجود ستون پنجم یاد کرده، اما ما شاهد تصفیه ستون پنجم از طرف حکومت نبودیم. اینان همچنان تاکید میکنند که حکومت باید برای رهایی 20 تن از شهروندان ربوده شده در زابل تلاش کرده و نیز عاملان حمله بر احمد سعیدی را شناسایی و مجازات کند. دادگاه عالی حکم دادگاه استناف کابل در پیوند به پرونده فرخنده را نپذیرفته است. هرچند دادگاه عالی در این مورد چیز نمیگوید، نماینده بانوی اول کشور جدیت دادگاه عالی را برای کاهش خشونت با زنان سودمند میداند. دادگاه استناف عاملان قتل فرخنده را به 20 سال زندان محکوم کرده است. در همین حال شبکه زنان افغان به حکومت هشدار میدهد اگر عاملان محاکم صحرایی در کشور و ارشد مجازات محکوم نشوند، شاید فرهنگ قانون شکنی در کشور افزایش یابد. بر بنیاد یک پژوهش تازه، شمار تلفات برجامانده از ماین‌ها در سال 2014 23% افزایش یافته است. در این پژوهش که توسط نهاد افغان‌های متأثر از ماین انجام شده، آمده است که در سال گذشته میلادی نزدیک به 1300 تن در افغانستان قربانی ماین شدند. مسئولان در وزارت شهدا و معلولان اقدام‌های انجام شده در زمینه پاکسازی ماین‌های برجامانده را ناچیز می‌خوانند. از همراهیتان با مهمترین ها در نیمه روز از یک سپاسگزارم. خدا نگهدار.